نازک پهلوی. دختر کوچکترین فرزند رضا شاه حمید رضا از همسرش هما خامنه بود که جا پای پدرش گذاشت و جنجالای زیادی به پا کرد. در نهایت هم سرنوشت خیلی تلخی داشت و تو سن 29 سالگی از دنیا رفت. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. پدر نازک حمید رضا کوچکترین برادر محمد رضا شاه بود که در طول دوران زندگیش دردسر و رسوایی های زیادی برای خانواده پهلوی درست کرد. اون اهل خوشگذرونی بود و مادرش عصمت الملوک با توجه به حال و روز حمید رضا تصمیم گرفت تا هرچه سریعتر همسری براش انتخاب کنه و همین شد که تو سن 19 سالگی با دخترموی مادرش مینو دولتشاهی ازدواج کرد، ولی این ازدواج دوام زیادی نیاورد. زندگی بی بند و بار حمید رضا و بی توجهیش به خانواده باعث شد که مینو دولتشاهی طلاق بگیره و با مرد مورد علاقش ازدواج کنه. با شکست حمید رضا تو اولین ازدواجش زندگیش بیشتر از قبل به سمت ابتذال رفت و به یکی از مشتریان پروپاقرص کاباره ها و دنسینگ ها تبدیل شد. شاه هم که اخلاق و رفتار حمید رضا رو میدید از آبروریزی های اون نگران بود و از ماموران سازمان امنیت خواسته بود تا مراقب کارها و رفتار حمید رضا باشن و مرتب بهش گزارش بدن. زندگی حمید رضا مدتی به این منوال ادامه داشت تا اینکه با آشنا شدنش با زنی به اسم هما خامنه فصل جدیدی تو زندگی حمید رضا شروع شد. گفته شده که هما از خانواده های سطح پایین بود که به خاطر زیباییش تو مجالس تهران معروف بود. شاه با ازدواج حمید رضا و هما مخالف بود، ولی نهایتاً با اصرار حمید رضا موافقت میکنه، ولی دستور میده که مجلس عروسی اونا بی سر و صدا و با تعداد خیلی کمی مهمون برگزار بشه. نتیجه این ازدواج دو فرزند به اسمهای نازک و بهزاد بود. اونطور که از گزارش‌های ساواک مشخصه، حمید رضا و هما از نظر اخلاقی خیلی به هم شبیه بودن. هر دو اعتیاد شدیدی به هروئین داشتن و درگیر خوشگذرونی بیش از حد تو دربار بودن. البته فساد حمید رضا فقط محدود به اعتیاد و بی‌بندوباری اجتماعی و اخلاقی نبود. تو قاچاق مواد مخدر و شرکت کردن تو فعالیت‌ها و زد و بندهای مالی هم دستای آلوده‌ای داشت. قرار گرفتن حمید رضا و هما در کنار هم افتضاح و آبروریزی بیشتری برای دربار به دنبال داشت و کارهای اونا به حدی شاه رو عصبانی کرد که به حمید رضا دستور داد که فوراً هما رو طلاق بده. حمید رضا هم ظاهراً دستور شاه رو اجرا میکنه و هما رو طلاق میده، ولی به خاطر داشتن دو تا فرزند از اون هما رو تحت سرپرستی خودش قرار میده. حمید رضا از سمت خانواده پهلوی متهم بود که تو مجامع و محافل باعث رسوایی خانواده میشه و کار تا جایی بالا گرفت که چاره‌ای برای شاه باقی نموند جز اینکه اونو از دربار طرد کنه. و اینطور بود که تو سال 40 حمید رضا از دربار رونده شد و لقب شاهزادگیش رو هم از دست داد. این طرد شدن از دربار باعث نشد که حمید رضا دست از زد و بندهای اقتصادیش و خوشگذرونی‌های بی‌رویه‌اش برداره. با توجه به چیزایی که از زندگی مشترک حمید رضا و هما خامنه گفتیم، دوتا فرزندشون نازک و بهزاد هم حال و روزی بهتر از پدر و مادرشون پیدا نکردن. نازک 25 بهمن 1337 توی شهر تهران به دنیا اومد و برادرش بهزاد 2 سال بعد. روزگار سرنوشت خیلی تلخی رو برای این خواهر و برادر رقم زد. مهمترین علت این اتفاق میتونه اختلاف و طلاق پدر و مادرشون و تو مرحله بعد ازدواج پدرشون با خالشون حوریه خامنه باشه. بعد از اعلام جدایی حمید رضا و هما، سرپرستی نازک و بهزاد به عهده عموشون محمد رضا شاه قرار گرفت. دربار هم این دوتا نوجوان رو که از نظر روانی تو وضعیت خیلی بدی بودن به کالج و پانسیونی شبانه روزی توی کشور سوئیس فرستاد. اون دو تو همون سن و سال هم کارهایی میکردن که باعث نارضایتی و تعجب مسئولان پانسیون میشد. مدتی بعد که شاه به سوئیس میره و از نزدیک از وضعیت دو برادرزادش مطلع میشه، دستور برگشتن اونا رو به ایران میده که البته بعد از مدتی نازک دوباره از کشور خارج میشه، ولی بهزاد به خاطر شدت ناهنجاری اخلاقی
تو تهران میمونه تا بلکه بیشتر تحت نظر باشه و بهبودی تو وضعیتش ایجاد بشه. که البته موندنش تو تهران نه تنها تأثیر مثبتی تو رفتارش نداشت، بلکه رفاقت با دوستان ناباب اخلاقش رو بدتر هم کرد. بعد از این ماجرا که تو حاشیه زندگی سوئیس و تهران اتفاق افتاد، شاه دستور میده برای تنبیه کردن بهزاد اون رو به سربازی تو کرمان بفرستن، ولی مادرش هما خامنه پادرمیونی میکنه و با تهدید اسدالله علم وزیر دربار جلوی این کار رو میگیره. هما خامنه نامه‌ای به دخترش نازک مینویسه و جریان تهدید کردنش رو اینطور بازگو میکنه: تو الان 7 ماه است که رفته ای، نگفتی 2 خط برای مادرم بنویسم که مرده یا زنده است. همه همینطور هستن. وقتی که مردم خواهی فهمید. حالا ننازک جان، شنیدم که میخوای بیای. اگه تصمیم داری برای تعطیلی کریسمس بیای، زودتر حرکت کن، چون وضع بهزاد بسیار بد است. بردنش سربازی در کرمان و من هم دنبال کار بهزاد پیش همه رفتم و حتی گفتم اگر پسرم را از کرمان نیارید جلوی دربار نفت میریزم رو سرم و آتیش میزنم خودم را. نازک، راستی این کار را خواهم کرد. و یا در جای دیگر: بله، این شانس من بیچاره است که پسرم بره هروئین بکشه تو لباس سربازی. حداقل تو خوب باش که من دلم دیگه به تو خوش باشه، که به تو نگن که اینم مثل پدرشه. خلاصه نازک جان، دارم دق میکنم، نمیدونم از دست بهزاد چه کنم. نازک زن زیبایی بود و دوست نزدیک دخترموش لیلا پهلوی هم بود. نازک آخرای حکومت پهلوی تصمیم داشت با پسر رحیم علی خرم از سرمایه‌داران معروف دوره پهلوی و مالک پارک خرم یا پارک ارم امروزی ازدواج کنه، که البته این ازدواج سر نگرفت. رحیم علی خرم تو زمان دفاع از خودش تو دادگاه انقلاب گفت: این که گفته شده دختر حمیدرضا نازک خیلی از شباب پارک خرم میومد، باید بگم که پسرم قرار بود با نازک ازدواج کنه. نمیدونم این کار سر گرفته یا نه. نازک به همراه بچه‌هام تو سوئیس درس میخونه و خرج نازک تو سوئیس رو هم خانواده پهلوی میده. بعد از مدتی عکسای نامتعارفی از نازک منتشر شد و شایع شد که به بازی تو فیلمای پورنوگرافی روی آورده. طبق اخبار رسمی اون بسیار زود و تو سن 29 سالگی در انگلیس فوت کرده. ولی خبرایی هم هست که میگن خبر این مرگ ترفندی بوده برای جدا کردنش از خانواده پهلوی و نازک همچنان با هویت جدیدش زنده است و سالها تو همون بیزینس قبلی مشغول به کار بوده. برادرش بهزاد هم مقیم آمریکا شد و اونجا به فرقه های عرفانی هندی روی آورد و در نهایت تو سال 1362 به خاطر اعتیاد شدید به کوکائین در اسپانیا سکته کرد و از دنیا رفت. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.